ما یه کمپرسور اسکرو بیتزر داریم، بعد از 3 ثانیه کار کرد فیوز میندازه. اولین کار میاییم اهما رو میگیریم. خب اهمای سرای مختلف، یک و دو. بعدی یک و سه. بعدی سیم پیچ دو مثلث هست، دوبل مثلث، هارت ویندینگ هست. سه سر اول میاد تو مدار، بعد سه سر بعدی. یک و دو، یک و سه، دو و سه. هفت و هشت، هفت و نو. خب اهما میزونه، همین کارو با میگر انجام دادیم، میگر هم خطایی نشون نمیده. خب استارت میزنیمش ببینیم چه وضعیتی داره. چهل هفت آمپر کشید اما صدای مکانیکی صدای خوبی نبود. البته به ضرب اول بود، ضرب دوم عملا اومد تو مدار، موتور پروتکتور هم قطع کرد. SEE1. حالا بعدی میایم چکاپ انجام میدیم. میدونیم هم که دورمون درسته، کمپرسور خوابیده سالها، الان استارت میزنیم. یه نمونه از روغن هم میگیره، ببینیم وضعیت روغن ظاهریش به چه صورتی هست. شیر سرویس روغن هست. خب آمپرمتر رو روی سه سر دوم نصب کردیم. آمپر رو ببینیم، اون سه سر 47 بود، کمپرسور 125 است، آر 134. فشار ساکشن افت میکنه، صدای کمپرسور هم مناسب نیست. توی مرحله بعد ما هیچ نتیجه نگرفتیم از آمپرگیری اوهم و همچنین از میگه. مجبوریم در جلوی سیمپیت رو باز بکنیم و یه چکاپ انجام بدیم، ببینیم وضعیت موتور به چه صورتی هست. ما از اوهم میگر به هیچ نتیجه ای نرسیدیم. کمپرسور درش رو باز کردیم، گردش روتور خوبه، صدای تق و تقی از سمت مکانیکی میاد. از این سمت رنگ سیمپیچ و روغن بسیار عالی هستش. حالا میخواییم با حالتی که در کمپرسور باز هست سمت ساشن کاورش یه استارت بزنیم و یه چک بکنیم. شیر دیسچارج رو آزاد کردیم، در ساکشن باز، الان که کاور رو نداریم یه استارت میزنیم. خب یه دونه از پارت ویندینگ ها رو استارت میزنیم الان. خب حالا پارت دوم رو استارت میزنیم. صدای مکانیکی زیاد هست، صدای مکانیکی بدی داره کمپرسور. به دلیل مشکل مکانیکی ما الان نتونستیم آمپر رو چک کنیم رو اون خطی که تیغه کنتاکتور ذوب کرده. پس به این نتیجه میرسیم که کمپرسور باید باز شه، بیاد کارگاه گروه مهندسی میل اسپند، چکاپ بشه هم مکانیکی و هم سیمپیچی. بعد از اون میشه تصمیم گرفت در موردش. دیگه ببینید، تک استارت توی تک استارت SE1 عمل میکرد.
ببین الان کمپرسور بیبار هست، دست میزنید به سیم پیچ، سیم پیچ داغ داغ هستش. خب پس سنسورهای پی تی سی داشتن درست عمل میکردن و از این طرف مدار فرمان ما رو قطع میکردن توسط رله اس ای ایوان. کنتاکتور رو که باز کردیم یه نکته وجود داره، یکی از تیغه ها رو دارید میبینید خال زده اصطلاحا، خال سنگینی زده، بقیه کار میره داخل کارگاه. پس ما میریم داخل کارگاه، کمپرسور رو باز میکنیم، علت‌یابی کنیم که مشکل چی هست و چرا این اتفاق افتاده، خرابی های داخل کمپرسور چه مواردی هستند.